برای صحبت بیشتر در این باره دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ آلمان با ما همراه هستند. سلام، وقتتون بخیر. جناب دکتر یاسا، تحقیقات و مستندسازی تازه این پژوهشگران آمریکایی چقدر توانسته وضعیت واقعی و ستمهایی که چندین ساله که علیه شیعیان و هزارها در افغانستان صورت گرفته را بازگو کند؟ احمد خدا صلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما که بنده را با خود دارین. موضوع یک موضوع بسیار مهمی است که از سالها به این طرف در این مورد صحبت میشه و ما فکر میکنم که با یک گزارشی که از طرف انجمن حقوقدانان آمریکایی و بخش بین المللی از اونها پخش شده، تشکر میکنم از جناب آقای تیموتی فرانکلن و خانم ریگنا پاولوس، گزارش خوبی را تهیه کرده. قبل از او هم گروهی از نمایندگان پارلمان در بریتانیا، در کانادا، غیر از کشورهای مسلمانی که تا هنوز در این رابطه چیزی نگفتند. این نشانگر از این است که هنوز هم در دنیا انسان‌های زیاد هستند که وجدان‌های زنا بیدار است و در مقابل جنایتی که بر علیه انسان‌ها در جای دنیا صورت می‌گیرند، اونا صدایشان را بلند می‌کنند. و متعلق بودن به یک قوم یا مذهب به این مفهوم نیست که اونا در مورد کشتار جمعی یا آزار جمعی قرار بگیره، بناهان یک جنایت است. و خوشحال استم که مردمانی هستند که در این مورد صحبت میکنن. بله جناب دکتر، به رسمیت شناختن نسل‌کشی هزارها از سوی جامعه جهانی و سازمان ملل، آیا از تکرار این جنایات جلوگیری خواهد کرد؟ من او رقم گفته نمیتونم که 100% جلوگیری خواهد کرد. البته ایست که صده 21 صده از این است که همه تفاوت‌های انسانی باید به رسمیت شناخته شود و فقط به خاطر تعلق به یک مذهب و یک قوم نباید کس حذف شود یا مورد آزار قرار بگیره. طبیعی است که نهادهای قوی بین المللی در سراسر جهان وجود دارند و این نوعی از گزارشات کمک میکنه به این که نهادهای معتبر بین المللی وارد عمل شوند و از فاجعه احتمالی انسانی جلوگیری بکنند. سپاس از شما دکتر حسین یاسا، تحلیلگر مسائل سیاسی از مونیخ آلمان.